ندا رامش اینجا در استودیو با ما همراهی میکنه تا از روایت‌های شما بگه. ندا. پریسا، دیدبان ایران یک گزارشی اجتماعی رو در قالب یک ویدیو 11 دقیقه‌ای منتشر کرده. توی این ویدیو رفته سراغ مردم توی بازار و از اونها پرسیده که تو سال جدید چه آرزویی دارن و از مسئولین چه انتظاراتی دارن. یک بخش کوچیکی از این ویدیو رو آماده کردیم، با هم دیگه بریم ببینیم. سلامتی باشه، همه چی ارزون بشه، کرونا بره، پول باشه، ارزونی بشه. بهترین آرزو واسه سال جدید تو دنیا دیگه جنگ نباشه. جنگ طلبان که زندگی هممون رو خراب کردن. هیچ پدری شرمنده خانواده‌اش نباشه. آرزوی دیگه نمونده برای ملت. چرا؟ چراش مشخصه. مردمو ببینید. زور اقتصاد، نبودن اقتصاد اومدن این اینجا. اگر نه در خونه‌شون هم میتونن همین چیزا رو تهیه کنن. آرزویی نداریم. واقعا آرزویی دیگه نداریم. آرزو چی مثلا؟ آرزو من دوست دارم واقعا بعضی کاریم خیلی خوب باشه، درآمدم خوب باشه. بزرگترین آرزو واقعا آرزویی نمیمونه. آرزو دارم که بالاخره ارزونه باشه. خب مردم دغدغه این گرونه نباشه. بعد مردم خیلی مشکل دارن، ولی آرزو دارم که مشکل همه مردم حل بشه. بزرگترین آرزوی منه که همه این مشکلات و گرونی از بین بره. واقعا یعنی خیلی زیر فشاریم. اگه فکر کنی صدات این مسئول بشنوه چی داری بهش؟ از این صدا ها مسئول ها زیاد شنیدن، گوش شنوایی نیست. تا آقا و آقازاده موندن به درد ملت نمیخواد. خب با شروع سال جدید و بعد از گذشت 2 سال از محدودیت‌های کرونایی، خیلی از خانواده‌ها دیگه امسال بار سفر و بستن و دل رو به جاده زدن. خیلی‌های دیگه هم تو روزهای آینده راهی میشن. اما از بین مقاصد گردشگری، شهرهای شمالی ایران به خاطر جاذبه‌های طبیعیشون بیشترین حجم سفر رو به خودشون اختصاص میدن. تو همین چند روز هم اعلام شده که سفر به مازندران 30% افزایش داشته. اما حالا تصور کنین که یه ویلا میگیرین مثلا تو چابکسر، اما وقتی به اونجا نزدیک میشین با محل انباشت زباله درست کنار ویلا و منازل مسکونی روبرو میشین. مطمئناً تصویر زیبایی نیست. این محل جمع‌آوری زباله هاست و این مرغای دریایی هستن که از اینا تغذیه میکنن. اینجا محل ریختن زباله های شهر چابکسره. متاسفانه چه نزدیک منازلی که زندگی میکنن و اون بر دریاست، یعنی فاصله خیلی کمیه دریا. واقعا باعث تأسف. شما زیبایی طبیعت رو ببینید. تمام زباله ها اینجا تخلیه میشن و این پرنده ها از این زباله ها تغذیه میکنن. اقوام مختلف ایران تو گوشت و کنار کشور با فرارسیدن بهار نوروز رو جشن میگیرن. کردهای پیرو آیین یارسان یا اهل حق هم با تنبور نوازی و سروده های مذهبی نوروز رو گرامی داشتن. بیشتر پیروان این آیین در غرب کشور و به ویژه کرمانشاه زندگی میکنن. هرچند کردهای یارسان آیین و جشن های مذهبی ویژه خودشون رو دارن، اما نوروز هم به همون اندازه برای اونها اهمیت داره. خب نوروزه و چی بهتر از این که این بخش رو با یک ویدیو از رقص و ساز و آواز تموم کنیم. اونم رقص و ساز محلی از گوشه و کنار ایران. این ویدیو رو یاشار عزیزی استاد رقص تهیه کرده.
ممنون که روایت شما دیگر را تماشا کردین. پس